آیا علم و ایمان با هم در تناقض، جنگ و تنش هستند؟ آیا چنان که ادعا میشه علم جایگزین ایمان شده و خدا مرده، آیا تنها منبع شناخت برای دنیای پیرامون ما فقط علمه؟ آیا میشه در قرن 21 زندگی کرد به عنوان یک ایماندار به خدا، به عنوان یک مسیحی و پیشرفتها و کشفیات علمی رو تو زندگی جدی گرفت؟ میکنم خدمت همه شما دوستان و همراهان بیننده خوشحالیم که بتونیم با یک برنامه دیگه از مجموعه علم و ایمان در خدمت شما باشیم اگر تو این برنامه ها رو تا این لحظه دنبال کردید میدونید که همراه هستیم با کشیش دکتر ساسان توسلی که خوش آمد می‌گیم به ایشون مرسی منصور جان من هم سلام از میکنم به شما بینندگان عزیز وارد برنامه بیستم این درس های علم و ایمان شدیم منصور جان بیست هفته است که ما داریم این موضوع رو دنبال میکنیم و من باید اینجا یک دوباره خبری بدم که ما انقدر مطلب داریم در این زمینه که به امید خدا فصل دومی رو هم در آینده دنبال خواهیم داشت که این بحث رو دنبال بکنیم بحث علم و ایمان بحث شیرینی بحث پیچیده ابعاد زیادی داره ولی امروز میخوایم وارد یک بحث جدید بشیم در این زمینه پس منصور جان من ترجمه این تیتر برنامه رو به شما میسپارم که به بینندگان بگیم که وارد چه مبحثی میخوایم امروز بشیم امروز امیدواریم که بتونیم یه مقدار در مورد مباحث کیهان شناختی و دلالت اون بر خدا باوری کمی صحبت بکنیم حالا یه مقدار که صحبت بکنیم در مورد ماجرا روشنتر خواهد شد خلاصه ماجرا اینه که ماجرا چیه؟ ماجرا چیه؟ خلاصه ماجرا اینه که اون اتفاقاتی که از زمان کوپرنیک و گالیله اتفاق افتاد و همینطور ادامه داشت تا قرن اخیر خب رفته رفته این انشقاق و جدایی انگار بین خدا باوری و کیان شناختی این شکاف شاید بیشتر میشد یا بیشتر دیده میشد ولی یک اتفاق خاصی میفته تو این قرن اخیر که میخوایم یه مقدار به این اتفاق خاص و دلالت هایی که کیان شناسی جدید و که مشاهدات و کشفیات جدیدشون داشته بر خدا باوری یه مقدار بیشتر تمرکز بکنیم به خصوص شاید بتونیم از یه واقعی در 24 آوریل سال 1992 صحبت بکنیم که یک جنجالی در جامعه علمی و خصوصا کیهانشناسان ایجاد کرد طوری که روزنامه تایمز لندن به مدت پنج هفته متوالی در مورد این موضوع با تیترهای درشت مینوشت و مباحثی که خیلی از کیهانشناسان و دانشمندان این عرصه علمی مطرح می خب خیلی جالب و جالب توجه بود یک دانشمندی آقای کارلوس فرانک که در دانشگاه دورهام انگلستان اونجا تدریس میکنن ایشون گفته که شاید ترین چیزی که در طی زندگی کیهانشناسی ایشون براشون اتفاق افتاده این اتفاقی که در سال 1992 آپریل 1992 اتفاق افتاده پس یک استاد معروف دیگه ای در دانشگاه کمبریج که بر کرسی نیوتن در اون دانشگاه تکیه زده دانشمند معروف آقای استیون هوکینگ که خیلی معروف هستن به اینکه از مشهورترین فیزیکایای مشهورترین ایشون اه... که معمولا در مورد کشفیات علمی زیاد اه... حالا قلف نمی‌کنن و بزرگش نمی‌کنن یه مقدارم فتیله می‌کشن پایین در مورد این یکی اه... گفتن که این کشف اه... رو شاید بشه بزرگترین کشف قرن و شاید بزرگترین کشف تمام اعصار حتی تمام تاریخ بشر تاریخ بشر حتی دونست <تصح> سیواکینگ هم جوزده پس در این کشف آه. آقای دیگه یک فیزیکدان کیهانشناس آقای مایکل ترنر که در دانشگاه شیکاگو ایشون فعالیت میکنن به این کشف عنوان دیگه ای دادن میگن یک کشف بسیار مهم و حتی غیر قابل باور که اهمیت اون هر چقدر بگید مبالغه نکردید گذاف نگفتید شاید اون کیمیای کیهان شناسی رو ما تونسته باشیم پیدا کرده باشیم یک فرد دیگه همین آقای ترنر که در موردشون گفتیم یک اصطلاحی رو به کار بردن این هولی گریل من حالا به کیمیا گفتم برای ایرانی مدار مقدار روشندتره. چیزی که مدتها دنبالش بودند جامعه علمی و جورج سموت یه نفر دیگه که در دانشگاه کالیفرنیا یک ستاره شناس هست و سرپرست این پروژه ای بود که یک ستلایت یک ماهواره ای به اسم کوب رو فرستاده بودن برای این تحقیقات عنوان دیگه ای به کار برده که خیلی مورد توجه رسانه ها قرار گرفت، گفتش که شا... ما شاهدی، شواهدی پیدا کردیم مبنی بر تولد عالم یا اون آغاز عالم که به نظر میرسه که گویا ما داریم به خدا نگاه میکنیم. این تیتر درشت خیلی از رسانه هایی شد که در مورد این واقعه، خبر دادن و این اتفاق چنان تاثیری تو این جامعه علمی داشت که ادعاهای خدا باورانه یا حداقل نزدیک به خدا باورانه نمیگیم حالا همشون یه دفعه رفتن کلیسا از فرداش ولی به هر حال این مبحث که مطرح شد مثلا آقای فردریک برنهام در مورد این موضوع میگه که حداقل دانشمندان و جامعه دانشمندان خصوصا کیهانشناس الان آمادگی بیشتری دارن که خلقت عالم توسط خدا رو به عنوان یک فرضیه بسیار قابل احترام تر الان فرض بکنن نسبت به این مثلا فرض کنید 100 سال گذشته این نکته خیلی جالبیه که نه اینکه حالا بگیم که همه دانشمندا شروع کردن کلیسا رفتن و ایمان به خدا ولی حتی دانشمندایی که خیلی انتقادی نگاه میکردن به ایمان به خدا میگه که نه ولی واقعا خیلی علم کیهانشناسی شناسی ما رو رسونده که تطبیق داره کشفیات علم با باور به خدا و هیچ خیلی هم قابل قبولتر ایمان به خدا در چارچوب این علم امروز تا در مقایسه با مثلا قرن 20 قرن بله بله این موضوع که به برخی از دانشمندان به این شکل داشتن احترام بیشتری برای باورهای خدا باورانه قائل می‌شدن برخی دیگر از دوستانشون رو در اون جامعه علمی که خدا ناباور بودند رو یه مقدار نگران و ناراحت هم کرده بود طوری که آقای جفری بربیج که مال دانشگاه کالیفرنیا در سانتیاگو بودند شکایت میکنن از دوستان دانشمندشون که همهشون دارن بودو بودو میرن جز کلیسای مسیح بیگ بنگ The first church of Christ of the Big Bang <applause> <applause> همچین فرقه البته نداریم, نداریم کلیسای با... مسیح بیگ بنگ ولی آره. خب به اصطلاح آره. کنای آمیزی بقی بقی که ایشون به کار حالا مسئله اینجاست چه اتفاقی میافته در این ماه 24 آوریل 1392 <leaving> <ooking -će saliva> <lowering variety> 1992 بین تقویم ایران و تقویم آمریکا ما گیریم 1992 چه اتفاقی میفته که چنین جنجالی میافته دقیقا البته من همیشه چون اول صحبت دوست دارم کتاب رو معرفی کنم بعد صحبت رو باز کنم نقل قول هایی که شما میکردی و منم حالا از این استفاده خواهم کرد از کتابی هست به نام The Creator and the cosmos, the creator and که نویسنده شیو راس خودش یک مسیحی استرو هست فیزیک ستاره ای میگیم استرو رو و این نقل قول ها از هیو راس هست و کتاب بسیار بسیار عالی هست و از یک مسیحی دانشمند در این زمینه و کتاب های دیگه هم که حالا معرفی خواهیم کرد البته بذار یه پرانتز کوچولو هم باز کنم چون میخوام دقت داشته باشه حرفامون به نظرم شما گفتی توی روزنامه تایمز اون که من یادم میشه 5 پنج هفته صحبت پنج, پنج روز, نه پنج هفته پنج روز روزنامه تایمز لندن در همون آوریل 92 این مبحث رو مطرح کرد ولی حالا بریم سر اصل مطلب که داستان چیه بریم به لب کلام <تصفح> ما ایشون منو اصلاح کرد که لب کلام نیست لب کلامه صحبت صحبت بیگ بنگه صحبت صحبت این هستش که از خود اواسط قرن بیستم از داده های خود نظریه انشتن دانشمندا داشتن یک نتیجه گیری میکردن که انگار اگر این خلقت در این،, این ستاره هایی که داریم میبینیم کشانهایی هایی که داریم میبینیم دارن ام... اکسپند میشن دارن آ... توسعه رشد گسترش پیدا, پیدا میکنن پس اگر داستان اینه حتما یک نقطه آغازی اگر به عقب برگردیم زمان رو داده‌های علم فیزیک رو داریم پیدا کردیم که چرا داره این گسترش پیدا میکنه پس اگر ساعت رو به چرخونیم بریم عقب پس یک نقطه آغازی باید بوده باشه که از اون نقطه آغاز به اصطلاح این انفجار این بیگ بنگ باید اتفاق افتاده باشه حتی کسی که بهش لقب بیگ بنگ داد یک دانشمند خودش مخالف خدا باوری بود اینو به عنوان مسخره گفت ای بابا انگار یک انفجار بزرگ همه چیز رو شروع کرده از نظر تئوری علمی و ریاضی دانشمندا از عواست قرن بیستوم داشتن به طرف این نظریه حرکت میکردن ولی در آوریل 1992 دیگه یکی از بالاترین شواهد عینی و علمی که تقریبا میتونیم بگیم توی حالا علم امروز اسب اسب اثبات حالا شاید کلمه قوی باشه نمیدونم چه کلمه این دیگه تایید علمی تایید شواهدی بیگ بنگ یعنی تا قبل از سال 92 حالت هنوز تئوریه هنوز فرضیه است هنوز فرمول فیزیک و ریاضیه ولی با فرستادن ماهواره کبی و مشاهدات علمیه مایکروویو رادییشن انگار چیز تشعشع مایکروویوی و اینکه اگر این بیگ بنگی بوده باشه پس حرارت این کهکشان ها باید به این رسیده باشه اینو, اینو از قبل تو ریاضیات بهش رسیده بودن یه اشاره جلسات پیش کردیم ریاضی بعضی وقتا به یه چیزایی میرسه علم ریاضی که بعد در عالم, عالم اینو کشف، کشفش میکنیم تایید میشه اون دیدگاه ریاضی این دقیقا سال 92 تاییدیه علمی و ای و تجربی نظریه هایی بود که از عواست قرن بیستم دانشمندان داشتن به طرفش حرکت میکردن که هستی که داریم مشاهده میکنیم یک آغاز داره یک نقطه آغاز داره پس اگر یک نقطه آغاز داره باید یک یک نیروی، یک فکری، یک خالقی آغازگر این نقطه باشه حالا اینو, اینو بیشتر باز میکنیم پس این سال 92 تایید و تایید تجربی و علمی نظریه بیگ بنگ بودش و تا الان با جا افتاده ترین نظریه علمی هست درباره در خلقت حالا درباره تئوری های مختلف هم در آینده بشه اشاره خواهیم کرد ولی میخوام بگم که تا عواست قرن بیستم هیچ همچین عقیده‌ای در تاریخ بشر وجود نداشت که آغازی هست بلکه خود انشتن حتی یه زمانی باور داشت به چیز به انگلیسی میگیم steady state theory که آقا نه آم... کهکشان همیشه همینی بودن که هستن و همیشه همین بوده و این یه چیز ازلی هست ابدی هست تکون نخورده خود انشتن حتی این, این فرضیه این, این دیدگاه رو پذیرفته بود ولی خود تئوری های انشتن دنیای علم رو به طرف یک نقطه آغاز برد پس نقطه آغاز این هستی گفتیم جلسات پیش یکی از بزرگترین سوالای هم برای دانشمندا هم برای فیلسوفا چرا اصلا چیزی وجود داره وجود داشتن یه چیز خودش یک سواله ولی اینکه حالا چطوری به وجود اومده از چه نقطه‌ای شروع شده با چه انرژی با چه عظمتی این آغاز شروع شده که امروزه به به این, جاش... این کهکشان رسیدیم و به ما که حالا انسان هستیم و داریم این کهکشان رو مشاهده می کنیم، این یکی از اون صحبت‌های خیلی مهم رابطه علم با ایمانه که ما رو وارد حالا یه بحث دیگه می کنه که بهش میگیم anthropic principle که این کچ انگار به نظر میرسه که اصلا این هستی طوری طراحی شده که انسان توش به وجود بیاد و بتونه مشاهده کنه این طراحی رو چون نظم و ترتیب خلقت پارامترهای تنظیم خلقت حالا درباره این ما میخوایم چند جلسه صحبت کنیم پارامترهای تنظیم خلقت دقتی که ما در این روابط قوانین فیزیک داریم نگاه میکنیم این نمیتونه یه چیز تصادفی باشه باید پشتش که یک خالق یا یک فکری یک ایجنسی یک عاملی وجود داشته باشه من حالا میگم بحثو خواستم برای این چند جلسه باز کنم شما دوست دارم ادامه بدی صحبت رو بله این صحبت این نظم و این ترتیب خیلی دقیق حالا در مورد دقتش ما الان نه هنوز شروع نمیخوام بکنم نمیخوام نه نه, آره من فقط خواستم مبحث رو توی برای امروز ولی جلسات آینده باز بکنم ولی میخوام بگم که همینی که آغازی هست از این خلقت و یعنی همیشه هستی اینطوری نبوده یک شروعی داشته و پس این شروعش خودش صحبتی که داریم میکنیم خودش یک ایمپلیکیشن دلالت گفتیم خود این شروع هستی از یک نقطه از یک ذره دلالت هایی داره که رب پیدا میکنه به باورهای متافیزیک باورهای ایمانی حالا من خودم یه عالم نقل قول دیگه دارم نمیدونم تو در این رابطه اگر دوست داری چون خیلی میگم برای ما امروزه شاید یه چیز خیلی جا افتاده باشه خب بیگ بن نقطه آغاز تخمین زده میشه حدود 13 ممیز 7 میلیارد سال پیش این نقطه آغاز شروع شده ولی واقعیت اینه که هیچ کسی در تاریخ بشر نقطه آغاز خلقت رو نگفته بود به غیر از کتاب مقدس در کتاب پیدایش هیچ فلسفه ای هیچ دینی هیچ مکتب فکری که انگوش بذاره که این خلقت ابدی نیست بلکه یک آغازی داره حالا من خودم یک عالم نقل و قول از این دانشمندا دارم این دانشمندی که تو ازش نقل و قول کردی جورج سوت خود همین شخص اسمش سوت بود دیگه درسته ببخشید یا آره جورج جورج سموت ببخشید جورج سموت اون نقل قولی که می‌کنی که میگه که ما شواهد تولد خلقت رو پیدا کردیم انگار که داریم به خود خدا نگاه میکنیم خود همین جورج سموت برنده جایزه نوبل فیزیک شد چند سال بعد از همین اتفاق چون خودش مسئول این پرتاب این ماهواره بود خود یه شخصی مثل جورج سموت نقل قولی دارم از این کتاب از این کتاب Conflict or Coherence علم و مسیحیت میگه که هیچ شکی نیست که یک پاراللی وجود داره بین اتفاق بیگ بنگ و ایمان مسیحی که میگه خلقت آغازش خلقت شروعی داشته از هیچ چیز بذار انگلیسی بخونم There is no doubt that a parallel exists between the big bang as an event and the Christian notion of creation from nothing خود جو همین برنده جایزه نوبل فیزیک و مسئول کشف و تایید بیگ بنگ چه میگه ما انگار که ما به خود خدا نگاه میکنیم پس خود همین کشف علمی که یک نقطه آغازی هست خیلی رد پیدا میکنه به ایمان مسیحی که خدا از هیچ چیز حالا ایمان مسیحی میگه خدا گفت و به وجود اومد خدا با کلامش با لوگوسش این خلقت رو به وجود میاره شما از یک برنده جایزه صلح نوبل گفتی جایزه فیزیک نوبل, جا... آره. نوبل گفتی <تصفح> <تصفح> یک جایزه دیگه ای هم هست جایزه کارفود در ستاره شناسی که میگن معادل جایزه نوبل هست در واقع آقای آلن ساندش در یکی از مطالبشون اینطور <تصفح> میگم میگم من این عقیده را که چنین نظمی از بینظمی کیاس هم. از همینجوری خود به خودی به وجود اومده باشه بسیار غیر محتمل میدانم باید یک اصل سامان دهنده وجود داشته باشد خدا برای من یک رازی است اما توضیحی برای معجزه وجود و اینکه چرا اصلا چیزی وجود داره به جای اینکه بیچیزی باشه من ندارم غیر از این. آره و ب... حالا حالا صبح... اینجا هی نقل قول داریم چون میخوام که چرا نقل قولا مهمه نقل قول میخوایم بکنیم از افراد برجسته دانشمند خیلی از این دانشمندا مسیحی هم نیستن صحبت ولی ولی دارن اینو میگن که آقا علم ما ما رو به این نقطه ها داره میرسونه به این به این مرزها داره میرسونه یه نقل قول خیلی جالب برام از شخصی هست به نام آرنو پنزیاس اسمش هم من زیاد تو این کتاب ها خوندم اون خودش یکی از کش کشف کننده های مایکروویو بک‌گراند رادییشن بیگ بنگ همین موج مایکروویوی که در در کهکشان ها دیده میشه و اون یکی از تایید کننده های بیگ بنگ هست خود آر... آرنو پنزیاس برنده جایزه نوبل فیزیک هم در سال 1978 بوده این نقل قول پنزیا به روزنامه نیویورک تایمز میگه که بهترین شواهدی که ما داریم درباره بیگ بنگ دقیقا همون چیزی که من توقع داشتم همون چیزی که من پیش بینی می‌کردم اگر هیچ چی دیگه تو دستم نبود به غیر از پنج کتاب موسی مزامیر و کتاب مقدس این نکته خیلی جالبیه یک برنده جایزه نوبل فیزیک و خودش یکی از کشف کننده های موج مایکروویو میگه این دقیقا همون چیزی بودش که من توقع داشتم حالا من نمیگم که همه هر کسی که کتاب مقدس رو میخونه این به این تفسیر علم، به این نتیجه گیری علمی میرسه این نمیخوام اینطوری ساده مطرح بکنیم ولی میخوام بگم یه همچین دانشمندی میگه که آقا این چیزی که من تو علم بش رسیدم دقیقا همون چیزی که من توقع داشتم بهش برسم اگر هیچ چیزی که تو دستم نبود به غیر از تورات پس میخوام بگم که این صحبت این نیست که دو تا مسیحی نشستیم تو استودیو واسه خودمون هی میخوایم از کتاب مقدس علم در بیاریم صحبت دانشمندان درجه یک دنیای معاصره که دارن هی خودشون اعتراف میکنن که نه تنها علمشون تناقض با خدا باوری نداره بلکه علمشون اونها رو به خیلی نقطه رسونده که به نظر میرسه باید خدای وجود داشته باشه حالا چرا میگم به نظر میرسه چون ما حالا نقل قول هایی هم میخوام بکنی برامون از دانشمندان خیلی درجه یک که خودشون خدا باور نیستن ولی اقلا از بی به خدا به پوزیشن اگناستیک بودن رسیدن اگناستیک بودن به فارسی واسه... لا لا خیلی, آره، خیلی نیست اگناستیک, اگناستیک شدن یعنی میگن نه, م... نه خدا رو انکار میکنیم نه میتونیم اثباتش بکنیم بلد. بلد. ولی میخوام بگم که یه سری مثلا اگر نقل قولی از پال دیویس داری و اون مال جسرو رو اگر دوست داری بخونی بلد. که میگن که آقا ما اصلا یه زمانی آتئیست بودیم. الان دیگه نمیتونیم اینقدر محکم این رو بگیم چون شواهد خیلی زیاده تو کشفیات علمی که ما رو داره به یه مرزهایی میرسونه نزدیکتر با... به باور ب... به خدا این دیویس که شما گفتید من اول بذارید قبل از اون از همین آرن آرنو پنزیس یه, اه... یه نقل قول دیگه رو بگم که اینم خیلی جالبه میگه ستاره شناسی ما به وقایع منحصر به فردی ما رو به وقایع منحصر به فردی راهنمون میشه کیهانی که از نیستی یا از هیچ آفریده شده کیهانی که نیازمند یک توازن خیلی ظریفه که بتونه به شکل دقیقی شرایط رو برای حیات فراهم بیاره و کیهانی که واجد یک نقشه زیربنایی بعد تو پرانتز میگه شاید یکی بگه فوق طبیعی است <تصح> آره این این حالا دقیقا همون صحبتیه که تو جلسات بعد وارد این توازن دقیق. دقیق. این این نظم و ترتیبی که اگر ذره نیروی کم و بیش میشد اصلا کهکشان ها شکل نمی حیات شکل نمی گره. پس حالا وارد این صحبت خواهیم شد ولی صحبت های بسیار پول باید. دیویس آه. پول دیویس باز از شما چند بار ازشون صحبت کردی ازشون یکی از فیزیکدان های خیلی مشهور دنیای معاصره بله. که الان به نظرم دانش... دانشگاه اریزونا درس میده و خیلی هم قشنگ به زبون خیلی مثل تو ستیون هاکینگ میتونه علم... مسائل علمی رو برای عام مطرح بکنه مثلا یه کتاب مشهوری داره من سالها پیش خوندم God and the New Physics خیلی فیزیکدان معتبری هست بخون نقل قولش رو یه قوانین فیزیک به نظر میاد خود محصول یک طراح بسیار هوشمند است برای من شواهد بسیار قوی وجود دارند که یک چیزی پشت همه اینها هست به نظر میرسد کسی اعداد طبیعت را تنظیم دقیقی کرده باشد تا عالم را پدید آورد نقش طراح بسیار مشهود است آره این پس صحبت پا... خودش که هنوز به خدای ما نداره اه. ولی میگه آقا نمیشه اینو اینطوری ازش اه ف... اه کنار رفت یک ف... فکر هوشمندی هست اینجا که کارایی کرده. کرده باشه آره. نقل قول رابرت جسترو رو برامون لطفا بخون که برای این جسترو این... اونم یه استروفیزیسته و اونم ها. باور به خدا نداره ولی اگناستیک هست آها بله اه از نقل قولایی که خیلی از این کتابا بهش اشاره قول که جسترو رابرت جسترو میگه بحث یک سال دیگر یک یا یک دهه فعالیت و یا یک تئوری دیگر نیست به نظر می آید که علم هیچگاه نخواهد توانست پرده اسرار خلقت را کنار بزند برای دانشمندی که عمری با ایمان به قدرت منطق و استدلال خود زندگی کرده داستان مثل یک کابوس به پایان می رسد او از کوههای بلند نادانی بالا رفته و انقریب قله را فتح خواهد کرد همین که خودش را از آخرین صخره بالا می کشد خود را با یک گروه از الهیدانان روبرو می‌بیند که قرن‌ها آنجا نشستند امید. این خیلی نکته مهمیه امید. وش امیدوارم عزیزانم قدر این ترجمه زیبای شما رو بدونن من می‌خوام حالا چون دقایق آخر برنامه شاید تو برنامه بعدم می‌خوام این رو تکرار بکنی ولی صحبت جس اینه که یه عمری دانشمندا از قله علم و دانش بالا رفتن وقتی رسیدن به بالای کوه دیدن یه سری الهیدان ها قرن هاست که روی بالای قله نشستن منظور جسرو اینجا چی هستش این این قله که الهیدان ها روش نشستن چیه الهیدان ها فیزیکدان و شیمیدان و بیولوژیست نبودن در تاریخ صحبت باورداشتن به آغاز این خلقته چون گفتیم تا اواسط قرن بیستم هیچ دانشمندی، هیچ متفکری صحبتی رو نکرده بود که این خلقت از یک در یک مقطعی آغاز شده و منظور از خلقت کل ماده و انرژی و زمانه، حتی زمان یک آغاز داره. ماده و انرژی یک آغاز داشته. خود نیوتن هم فکر می‌کرد که کشانا میشه همین بودن که هستند. خود انشتن همچین ای رو داشت. ولی خود کشفیات انشتن، خود کشفیات از عواست قرن 20 به بعد دانشمندا رو به این نقطه ای آغاز میرسونه نقطه آغازی که جس رو حالا تشبیه میکنه الهی دانها قرن هاست روی اون بالای کوه با معرف با این دانش که خلقت آغازی داشته حالا مثلا میگم چون حتی خود ارسطو و افلاتون عقیده نداشتن به یک آغاز خلقت یه متفکری مثل تاماس اکوینس میگه فلسفه میگه خلقت آغاز نداشته کتاب مقدس میگه آغاز داشته خود اکوینس نمیدونست اینا رو چطوری با هم جمع کنه ولی حتی خود اکواینس میگه بر طبق کلام خدا این خلقت یک آغازی داشته و صحبت رابرت جسرو اینه که بعد از قرنها تلاش دانشمندا به قله این کوه رسیدن و حالا قبول کردن نه با ایمان بلکه با شواهد علمی که این خلقت یک آغازی داره و آغاز آغاز داشتن خلقت آغاز شروع خلقت شروع خلقت پس خلقت خودش مطلق نیست ابدی و ازلی نیست و شروعش نیاز به یک شروع کننده داره چون از هیچ چیز نمیتونه یک چیزی به وجود بیاد پس این حالا این صحبت رو ادامه خواهیم داد پس این صحبت های این قسمت برنامه ما هست که ادال ا... ا... دلالت های کیهان شناسی در ارتباط با ایمان به خدا مرسی منصور جان برای بالاخره کیهان شناسان با نگاه کردن به مشاهد... با این مشاهداتشون به این نتیجه میرسن که این آغاز ممکن یک آغازگری داشته باشه امیدوارم بحث امروز برای شما مفید بوده باشه ما تازه وارد این موضوع کیهان شناسی شدیم و جزئیات بسیار جالب توجهی هم هست که در مورد تنظیم دقیق جهان و همینطور اون اصل که ما امیدواریم بتونیم در جلسات بعدی بهشون بپردازیم تا هفته آینده و برنامه بعدی که با شما خواهیم بود به خدا میسپاریم خدا نگهدار